بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرح كتاب نواقض الإسلام متن كتاب نواقض الإسلام شيخ الإسلام رحمه الله ميگوید بسم الله الرحمن الرحيم بدون كن نواقض يعني شکننده های اسلام ده تو است یکم در عبادت الله شریک آوردن الله تعالی می فرماید به درستی الله کسانی را که به او شریک آوردن نمی آمرزد و همه گناهان دیگر را برای هر که بخواهد می آمرزد سوره نساء آیت 116 و الله تعالی می فرماید به درستی شخصی به الله شریک می آورد پس الله به او جنت را حرام گردانیده و بازگشت آن دوزخ است و از برای ظالمان یگان یاردم دهنده نیست سوره مائده آیه 72 و از همین قبیل است به مردگان دعا و مراجعت و فریاد رسی نمودن و برای آنها نذر و قربانی کردن و مانند این دوم شخصی که بین خود و بین الله تعالی واسطه میگیرد آنان را به دعا مراجعت نموده و از آنان شفاعت طلب می نماید و به آنان توکل می کند پس به تحقیق به اجماع کافر می شود. سیوم شخصی که مشرکان را کافر نشمارد یا در کافری آنها شک نماید یا مذهب آنها را درست گوید کافر می شود. چهارم شخص اعتقاد نماید که رهنمای غیر پیامبر صلی الله علیه و سلم پرتر از رهنمایی اوست یا حکم غیر پیامبر صلی الله علیه و سلم از حکم او خوبتر است مانند کسانی که حکم طاغوت ها را از حکم الله سبحانه و تعالی بهتر میدانند پس آنها کافرند پنجم شخص چیزی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن آمده است بد بیند و اگرچه به مقتضای آن عمل نماید پس به تحقیق کافر است. ششم شخصی که از دین پیامبر صلی الله علیه و سلم یا ثوابش یا عذابش را استهزا یعنی مسخره نماید کافر میگردد و دلیل این فرموده او تعالی است بگو آیا به الله آیتهای او و فرستاده او استهزا و بازی میکرده دیگر عذر نخواهید پس از ایمانتون کافر گردیدید. هفتم سحر یعنی جادو و صرف و عطف یعنی گرمی خونیکی از جمله سحر است. پس کسی آن را به جا آورد یا به جا آوردن آن راضی شود کافر می شود و دلیل این فرموده او تعالی است هیچ کس را آن دو چیز تعلیم ندهند تا آنکه به او بگویند همانا ما فتنه یعنی آزمایش بندگان استیم پس کافر نگردید. هشتم یاری و نصرت دادن مشرکان به ظفر یافتن آنها بر مسلمانان و دلیل فرموده او تعالی است اگر کسی از شما آنها را دوست بگیرد او نیز از آنهاست البته الله گروه ظالمان را هدایت نمی کند سوره مائده آیه 52 نهم شخص اعتقاد نماید که برخی آدمان را از دین محمد صلی الله علیه و سلم برآمدن ممکن است همچنانه که خضر علیه السلام از دین موسی علیه السلام خارج شد پس او کافر می شود دهم از دین الله رو گردانیدن یعنی اون را تعلیم نمی گیرد و به موجب اون عمل نمی کند دلیل این فرموده او تعالی است هیچ کس ظالمتر نیست از شخصی که به آیتهای پروردگارش پند داده شد سپس از آن روی گردانید. البته ما از گناهکاران انتقام گیرندگانیم. سوره سجده آیه 23 در همه این شکننده ها فرق بین مسخره کننده، جدیت کننده، ترسنده نیست. به غیر شخصی مجبور کرده شده. به همه این شکننده از بزرگترین خطرها هستند. و بسیارتر مردم در اینها واقع می شوند. پس برای مسلمان سزاوار است که از اینها پرهیز نماید و از واقع شدن در آن بترسد و الله از سببهای برانگیزنده غضبش و عقاب دردناکش پناه می بریم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه و سلم.